دو کن. من سلام 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 میگم خندم میگیری، بعد اینا ادای منو در آوردن. سلام، خوبین؟ وقت بخیر، مخلصیم. سلام علیکم دورزا، سلام یازم، سلام آنی، سلام محمد، سلام. خوبی دورزا هم دیگه ما رو میبینه خودش خندش میگیره. دورزا ماهی به خدا دمت گرم، هر روز صبح ماشاءالله دمت گرم. عید همه کلاس ها رو بودی، افتخار میکنم به دختری، دمت گرم. ایشالله یه رتبه قشنگ خوشگل یه رقمی امسال از شما در بیاد. پوزتو بدیم، همینجوری هم پوزتو میدیم. بچه ها خوبین؟ خوبین هم میگم یاد سپر محمدی میاد. یه در واقع تعداد دوست ما داریم صبح تا شب ادای من رو دارن در میارن، یعنی من خودم بعضا حرف میزنم خندم میگیره. اینا الان اینجا داره ادای من در حال بعضی وقتا به خدا، حالا جای سفه محمدی خالی، باره به خدا فداتون بشم عزیزید، قربونتون، واقعا جای سفه خالی. بعضی وقتا تلفن میزنه من فکر من خودم دارم با خودم حرف میزنم. بچه سال جدید امیدوارم تا اینجا بهتون خوش گذشته باشه، از اینجا به بعدش هم انشالله که بیشتر از اینها خوش بگذره. کلاس های ما رو شرکت بعد فضاتون بشه چشم بروچ. کلاس های دیگر رو شرکت کردیم، شیمی و زیست و ریاضی و خوب بود، اوکی بود؟ میدونم بجز شیمی و زیست بقیه درس ها اوکی بود ها؟ ریاضی و فیزیکتون عالی بود، شیمی و زیستتون حالا خیلی تعریفی نداشت. خب اونی که گفت دقیقا همین الان من فکر میکنم که قبر خودشو کند. محمد علی ببخش، چون اساتید شیمی و زیست اینجا هستن، دکتر سهرایفر و دکتر شکوری اینجا دارن پایش میکنن خیام رو. الان بچه دارم، نه زیست و شیمی خیلی خوب بود. فقط بچه فقط جدیدی نیستش، پیمان نیستش، فقط میتونی الان از اون انتقاد کن، چون همیشه میگن شخص غایب همیشه محکومه. دکتر سرایفه به خانم بهاره جایزه. آقا نکنید این رسم باب نکنید، به خدا تملق و چاپلوسی اصلا چیز خوبی نیست. نه استاد جدیدی راحت باش نیستش، الان هممون متحد میتونیم علی آقای جدیدی صحبت کنیم. دم شما گرم آیستان، مرسی. به خدا من همیشه خودم گفتم دکتر، میگم آقای جدیدی خودش نهایتا ریاضی رو 30% بزنه، حالا چه برسه به شما. شوخی میکنم، دمتون گرم، شما عالی هستی. کریم آبدی رو یادتونه؟ بریم یه خورده سراغ حاشیه، بعد میایم برمیگردیم به این مباحث اصلی میپردازیم. تا دلتون میخواد میایم پشت سر هم دیگه حرف میزنیم. آقا یه جمله قدیمیه، میگن اگر میخوای مثلا یه روزی روزگاری یه آقایی میخواد ازدواج کنه، میخواد تحقیقات کنه درباره همسر آیندهش، خیلی نیازی زحمتی بکشه بره پیش دوست صمیمیش، خیلی راحت میتونه به همه اون چیزهایی که نباید دسترسی پیدا کنه. من موندم چرا در این مجموعه برعکس شده، یعنی ما اساتید در این حال که با هم رفیقیم چرا همش داریم اینجا واسه هم چاله میکنیم. آقای شکوریان که بیاد اینجا پته همه رو ریخته رو آب، ماشاءالله جعبه سیاه کنکور هم هست، یه سری اطلاعات زیادی داره که نباید داشته باشه از همه به شدت داره، آدم خطرناکیه برای ما. ما خیلی، من که خیلی دوستش دارم، فدات بشم. دکتر سهرایفر من نمیدونم، فکر کنم یه آتوی خوبی ازش داره، چون امروز من تو کلاس قبلی خیلی کلکل میکرد باهاش، من جرأتش ندارم دکتر. بچه ها جلسه پیش ما اومدیم در مورد مقاومت صحبت کردیم، گفتیم آقا آر میشه چی؟ مقاومت. آر میشه شکوریان
اله الو آه. نه خب این باتش عوض کرد. خب دو دقیقه میبینیم درست دیم خدا نه. آقا آر میشد وای، توضیح دادیم آر میشه وی به آی. بعد عواملی که روی مقاومت تاثیرگذار بودن هم گفتم، دما و رولا. دما تاثیرش تو رسانه چیه، نیمه رسانه چیه، رولا هم که میشد چی، عوامل ساختمانی مقاومت. آر مساوی بود با رو ال آوم. یه گریزی هم زدیم به خازن، گفتیم آقا ظرفیت خازن بود سی کیو بر روی وی، ولی بار و ولتاژ ظرفیت رو تغییر نمیدادن، فقط کنیم آبدی تغییر میداد، کا اپسیلون صفر آبدی. حالا درس امروز ما درس خیلی مهمی است، درس بسیار مهمی. آن در مورد مولد و باتری هم صحبت کردم، گفتم مراسم قضا نظری پذیه توی باتری، اون اختلاف پتانسیل دو سر باتری یا ولتاژ که ازش خارج میشه میشه اپسیلون منهای آر آی، کل ولتاژی که اونجا پخت میشه بهش میگن نیرو محرک اپسیلون، یه خوردهش خودی یا مقدرانی مصرف میکنه به اندازه آر آی، از اون غذا کم میشه، از اون پتانسیل کم میشه، ما بقیه هر چی که میمونه از باتری خارج میشه و در اختیار مقاومت های خارجی قرار میگیره، افرادی که بیرون اون داستان بودن. یه نموداری هم داشت، در اون نمودار هم صحبت کردم، یه فرمولی هم هست الان میخوام بهتون بگم. آقا محاسبه جریان در مدار تک باتری، بچه ریاضی مدار چند باتری هم میتونن داشته باشن، ولی تو کتاب بچه تجربی فقط از مدارهای تک باتری صحبت شده. این هم یه فرمول بسیار ساده و در واقع منطقی هستش. این مقادرانیمون بود، این اپسیلون به این مجموعه ما میگفتیم باتری یا مولد، این هم معادل یا مجموع باتری خارجی. بچه جریان گفتم قطب مثبت صفحه بلند خارج میشه، دور میزنه، میره به سمت صفحه منفی. حالا هر وقت شما خواستین در یه همچین مداری، در یک مدار جریان رو به دست بیاری، میگه آقا قانون اوم میگفت آر میشه وای، درسته؟ پس جریان میشه وی به آر، حرف این وسط این بکنی آی میشه وی به آر. منتها دقت کن، چون این جریانی که از باتری خارج میشه جریان کل مداره، ببینید من میگم آی توتال، آی تی، جریانی که از باتری خارج میشه در کل مدار گردش میکنه جریان کل مدار است، بهش میگم آی توتال. پس حالا که تو دنبال جریان کل مداری، حالا که جریان کل مدار رو میخوای، پس اینم ولتاژ میشه کل ولتاژی که تو مدار تولید میشه برای کل مقاومت ها. رو همین حساب این فرمول به این صورت تغییر میکنه و شما اینو یاد میگیری برای جریان در مدار. آقا کل ولتاژی که توی مدار تولید میشه، تو باتری تولید میشه، اسمش چی بود؟ بگید ببینم. کل ولتاژی که اونجا پخت میشد نیرو محرکه. میگم ریحانه جان، دوباره از اول میگم، اپسیلون. پس کل ولتاژ میشه اپسیلون بر روی کل مقاومت هامون، مجموع همه مقاومت هامون. یعنی چه؟ حالا مجموع همه مقاومت هامون یعنی مقاومت داخلی باتری به اضافه مجموع مقاومت خارجی، پس آر کوچولو به اضافه آر بزرگ تی. این میشه فرمول جریان توی مدار در واقع تک باتری. اپسیلون چیه؟ نیرو محرکه یا کل ولتاژی که داره تولید میشه. آر کوچولو چیه؟ مقاومت درونی باتری. آر تی بزرگ چیه بچه ها؟ معادل یا مجموع همه مقاومت های خارجی. باریکلا الان مثالش هم کار میکنی زهرا جان. نه، کل ولتاژی که تولید شد، ببین چون مقاومت درونی هم جزی از مدار است دیگه، کل ولتاژی که تولید میشه تقسیم بر همه مقاومت ها، چه داخلی چه خارجی، باشه؟ اون ولتاژ میشه ولتاژ خروجی از باتری، کل ولتاژ تولیدی مدار نیست. اگر شما از کل ولتاژی که تولید شده سهم مقاومت درونی رو بذاری کنار، میشه ولتاژ خروجی از باتری. در واقع کل ولتاژ تولید شده از ولتاژ خروجی خورده بیشتر.
در واقع اطلافی میره توی مواد درونی دیگه، مواد درونی هم جزئی از مدار شماست، اون هم یک قطعه از مدار به حساب میاد، این مقاومت نیست بقیه، فقط فرقش اینه که توی خود باتری. خب پس چی شد؟ اینجا نگاه کنیم بچه ها، برای محاسبه جریان در یک مدار تک باتری ما گفتیم آر میشه وای، این قانون اوم جلسه پیش گفتیم، طرف این وسط این بکنیم آی میشه وی آر اوم، ولی چون جریانی که از باتری خارج میشه کل در واقع جریان مدار منه، از تقسیم کل ولتاژ تولیدی به مجموعه همه موادها به دست میاد، کل ولتاژی که در یک باتری تولید میشه میشه اپسیلون، مجموعه همه مقاومت ها میشه مقاومت درونی به اضافه مجموعه موادهای خارجی، این فرمول میشه جریان در مدار تک باتری. یه مثال بزنم بعد بریم سراغ یه قسمت خیلی مهم، یه چیز خیلی مهم میخوام باهاتون کار بکنم. در مدار مقابل جریان کل و اختلاف پتانسیل دو سر مولد را به دست آورید. این مدار ماست بچه. خب بریم حسابش کنیم. اول میریم سراغ جریان. فرمول جریان در یک مدار اقوات مثبت خارج میشه جریان کل، دور میزنه مدار رو، از تک تک مقاومت ها رد میشه و میاد به سمت قطب منفی. جریان کل حساب کنید ببینم فرمولش یه اپسیلون آر کوچولو به اضافه معادل یا مجموع موادهای خارجی بود. حساب کنید اینا چند میشه؟ باریکالله درستا، باریکالله هانیه. همه حساب کنید، تنبلی نکنید، بذارید ببینم. حساب کنید بچه ها جریان کل رو، بذارید توی فرمول. حسابش کنید ببینم. خب باریکالله ریحانه. نیرو محرکه 50، مقاومت درونی 2 و مجموع موادهای خارجیمون. آقا اینا داخل باتری هم، ببین این بالا میشه مولد، این بالا این مولد، پس این مواد درونی بود. حالا هر موادی که بیرون از باتری باشه میشه خارجی، یعنی ایشون و ایشون اینا خارجی هم. مجموعشون میشه چقدر؟ 3 به اضافه 5 8، 50 بر روی 10 میشه 5 آمپر. این میشه جریان کل مدار، یعنی یه 5 آمپری داره تو کل این مدار گردش میکنه. حالا بریم قسمت بعدی، اختلاف پتانسیل دو سر مولد. بچه وی یعنی ولتاژ اختلاف پتانسیل دو سر مولد، یا همون ولتاژ یا ولتاژ خروجی از مولد، گفتم اسم دیگه شه جلسه پیش گفتم. این فرمولش چیه؟ کل غذای تولیدی منهای اون بخشی که خودی ها میخورن 50 منهای آر کوچولو 2، جریان الان حساب کردیم 5 میشه چقدر؟ آقا این یعنی چی؟ 50 ولت کل ولتاژ تولیدیه، کل غذای تولیدی. این دهه چیه؟ افت پتانسیل درون مولد، یعنی همون غذایی که مهمون خودی ها میخورن. پس چقدر میمونه؟ چقدر خارج میشه؟ باریکالله بچه ها، باریکالله، باریکالله 40 ولت از باتری خارج میشه. دم شما گرم، باریکالله.
بهاره نه متوجه نشدم چی نوشتی، سوال رو نفهمیدم. مرسی ملیکا، مرسی بهاره دوباره جواب دادی. میترا باریکالا، محمد علی مرسی، هانیه، ملیکا، ریحانه، بچه دمتون گرم. جواب بدین دیگه، تنبلی نکنید. خب همه جواب بدین، میگم حساب کنید، حساب کنید. آه این سوال مهمی است، حتما در ترم شما در امتحان حالا پایان ترمتون یه همچین سوالی خواهید داشت. اما بریم سراغ یه قسمت مهم که مقدار بچه سرش گیر و گور دارند، به هم بستن مقاومت ها، به هم بستن مقاومت ها. مقاومت ها به دو صورت به هم دیگه میبندیم، الف متوالی، ب موازی. که من جلسه پیش یه اشاره کردم، گفتم آقا متوالی دیگه نگیم، به جاش بگیم سری پشت هم. آفرین، بگیم سری پشت هم، سریالی. چرا؟ یه رمزی من ساختم براش، شما هم ازش استفاده کنید. موازی ها واو دارن، همیشه ولتاژ هاشون برابره، مثل ولتاژ که واو داره. سری ها ری دارن، جریان هاشون برابره. این یه نکته. نکته بعدی، آقا کیا سریان کیا موازی؟ در حالت ساده اگر چند مقاومت پشت هم دیگه باشن سری هستن، مثل این دوتا پشت هم دیگه باشن. میخوام چیشون حساب کنیم؟ مقاومت معادلشون رو با چی نشون میدیم؟ آرتی. آرتی میشه مقاومت معادل. آقا سری ها همه چیشون ساده است، یعنی شما چند تا مقاومت پشت هم داری، سری داری، میخوای مقاومت معادل حساب کنی، یعنی حساب کنی که به جای این چند تا مقاومت چه مقاومتی میتونی قرار بدی به جای همشون همون کار انجام بده. خیلی راحت می اینا رو با هم دیگه جمع میکنی، باریکلا میشه مجموعه تک تک اون مقاومت های سری. اما درباره موازی ها بچه، اگه چند مقاومت به این صورت متصل شده باشن، میگیم آقا اینا با هم موازی بسته شدن. اما میگم در حالت ساده خیلی وقتا مدارهای پیچیده‌ای به شما میدن که واقعا شکلا شبیه این دوتا شکل نیست و تشخیص این که اینا سری بسته شدن یا موازی بسته شدن کار ساده‌ای نیستش. حالا چطور با تشخیص بدیم من امروز به شما یاد میدم. محمد علی میگه ضرب مقاومت ها تقسیم بر جمع مقاومت ها. آره ولی نه همیشه. این فقط زمانی در واقع جواب میده که چی؟ این فقط زمانی جواب میده که چی؟ که دو تا مقاومت داشته باشیم. باریکلا آیسان و درسا و یاسمن، باریکلا بچه. خب ببینید، ما اینجا برای موازی یه خورده کار پیچیده تره، میخوام معادل حساب کنیم. میگیم آقا آرتی برای چند موازی، اگه چند تا موازی باشه شما میتونی اینجوری حساب کنی، بگی آقا یک بر روی اون مقاومت معادل میشه برعکس مجموع تک تکشون یا مجموع عکس تک تک مقاومت ها، حالا هر چند که هست. اگر عکس مقاومت ها رو با هم دیگه جمع بکنی به عکس مقاومت معادل میرسی. اما آرتی برای دو تا موازی، یعنی دو تا دونه موازی داشته باشی، میتونی به جای این راه از یه راه ساده تر بری، همونطوری که امیرعلی بود یا محمد علی دقیقاً یادم نیست گفتش، صورت ضرب مخرج جمع. در صورت مقاومت ها رو ضرب کنیم، آه محمد علی، در مخرج اینا رو با هم دیگه جمع کنیم. یه حالت سومی هم هست، آرتی برای چند مقاومت موازی مشابه. آقا شما فرض کن 10 تا مقاومت موازی دارین، هر کدومشون 50 اومه، عددشون یکیه. اینجا میتونی خیلی راحت تر بیا یکی از اونها رو تقسیم کنی به تعداد. آر میشه یکی از مقاومت ها، این میشه تعداد. یعنی گفتم 10 تا موازی 50 داریم، جوابش چقدر میشه؟ 50 تقسیم به 10 میشه 5. باریکلا. خب این فرمولا کار سختی نداره یاد گرفتنشون، یعنی مشکل اینجا نیست، اینا رو بچه ها راحت یاد میگیرن. مشکل جایی که نمیتونن تشخیص بدن آقا کی با کی سریه،
کی با کی موازیه. بله ریحان جان، اگر سه تا باشن شما میتونید دو تا اول با هم بگیری از این فرمول ضرب تقسیم به جمع، بعد جوابشون رو با اون سومی بگیری. بله، که من امروز میخوام به شما یاد بدم که خیلی راحت بتونید تشخیص بدید آقا کی با کی سریه، کی با کی موازیه. یه نکته هم بگم بچه ها، این یادتون باشه مقاومت معادل برای چند مقاومت سری از تک تک مقاومت ها بزرگتر و برای چند مقاومت موازی از تک تک مقاومت ها ای گفتی جا چی میشه؟ اون جوابی که به دست میاد مواد معادل برای چند تا مواد سری از تک تکشون بزرگتره، ولی برای چند تا موازی از تک تکشون حتما کوچکتر است. یعنی چی آقا؟ بچه فرض بگیرید من دو مقاومت دارم R1 مثلا نمیدونم چنده، R2 میدونم 6ه، بهت میگم آقا معادل اینا شده 8، اینا سری بسته شدن یا موازی؟ سری هن ها. چرا؟ چون اگر موازی بودن جواب باید از جفتشون کوچیکتر میشد، ولی حالا که از این یه دونه بزرگتره پس حتما اینا موازی نیستن. ولی اگه آرتیشون میشد 2، معادلشون میشد 2، حتما اینا چجوری بسته شدن؟ موازی. آفرین، جواب معادل معادل موازی از تک تکشون کوچیکتر، یعنی حالا اینم حتما از 2 بزرگتر است، مثلا دقیقا 6 و 3. معادل 6 و 3 رو حساب کن ببینم، 6 و 3 رو معادل بگیر موازی، صورت ضرب 6 تا 18 تقسیم بر جمعشون، 18 تقسیم به 9 میاد 2. پس تو موازی ها معادل از تک تکشون کوچیکتره، تو سری ها معادل از تک تکشون بزرگتره. یه چی هم میگم یادت بمونه چرا، یه چی میگم یادت بمونه چرا، چرا اینجوریه؟ فیزیک رو بچه تا درک نکنید یاد نمیگیرید. خب هیچ چیزی رو در فیزیک نمیشه حفظ کرد به جز حالا یه سری فرمول های اصلی، بقیه مفاهیم رو ما باید بفهمیم درک بکنیم. دوستان فرض کنید مقاومت یعنی چی؟ یعنی مسیری که عبور جریان ازش سخت باشه دیگه، مسیر پرپیچ و خم. فرض کنید دوستان شما فرمانده یک لشکری هستین، چه میدونم 1000 تا هم 10000 تا هم سرباز داری، این 10000 تا سرباز از یه مسیر سخت میخوای عبور بدی. حالا اگه بیاد بهت خبر بدن که ای وای پشت این مسیر یه مسیر سخت دیگه هم وجود داره، در کل عبور اینها به نسبت قبل که فقط یه دونه مسیر سخت وجود داشت الان سخت‌تر میشه یا راحت‌تر؟ الان سخت‌تر میشه دیگه، یه مسیر سخت دیگه پشت این مسیر سخت اولی اومده، پس اینا باید دو مسیر سخت رد بشن. وقتی عبور سخت‌تر میشه یعنی مقاومت در برابر عبور چی شده؟ بیشتر شد. اما فرض بگی شما فرمانده بودی همه اینا رو داشتی از اینجا رد میکردی، از این مسیر قرار بود همه اینا از این برن، یکی از اون در واقع حالا سربازهای شما میاد به خبر میده میگه آقا ما رفتیم اینجا این منطقه رو اکتشاف کردیم، دیدیم یه باتلاقی یه مسیر سخت دیگری هم در موازات این مسیر وجود دارد، شما میتونی یه بخشی از این نیروها رو از اون منم رد کنی جناب فرمانده. میگی اه چقدر عالی، اینا 10000 نفر بودن، اون یکی مسیرت هم سخته دیگه. میگه اوکی از این 10000 نفر 8000 تا همین وری برن، 2000 تا هم میان این وری برن. الان بچا عبور این 10000 نفر به نسبت حالت قبلی که همه مجبور بودن از این مسیر سخت برن، الان به نسبت قبل سخت‌تر شده یا راحت‌تر؟ راحت‌تر شده دیگه ها،
دیگه تو هم نمیرن دیگه، تراکم مسیر کمتر شده دیگه. پس چون در مقاومت‌های موازی مسیرهای عبور جریان هم بیشتر میشه، در کل عبور جریان به نسبت قبل ساده تر میشه، پس مقاومت در برابر عبور کمتر میشه. یعنی عبور جریان از دو مسیر موازی ساده تر از یک مسیر است. گرفتین داستانشو؟ بطرم اینه که مقاومت معادل در موازی ها از مقاومت در تک تک راه ها کمتره. مقاومت معادل در چند مسیر موازی از مقاومت موجود در عبور از هر یک مسیر کمتر است. گرفتی؟ متوجه شدین؟ درکش کردین؟ خب خدا رو شو. حالا بریم ببینیم آقا کی با کی. چند تا دونه مثال سریع میخوام اینجا بزنم، فقط این فرموله دستگرمی چون امروز اصلا وقت کمه. دستگرمی فقط یه چند تا دونه حساب کنیم معادل. آقا سری رو که دیگه همه میدونید جمع میکنی چی؟ مثلا موازی اگه بهت بدم مثلا اینجوری میخوایم معادل بگیریم. آقا این 6، این 12، این 4. سریع بریم معادلشون رو بگیریم بچه ها، اینا موازی هم دیگه. آقا چون چند تا میتونی از این فرموله کلی بری، چون چند تا 1/6، 1/12، 1/4. مخفی مشترک اینا چنده؟ 12. این ضرب در 2 باید بشه، این ضرب در 1، این ضرب در 3. 2 + 1 3 + 3 6 12 ساده کن 1/2. هر وقت از این فرمول میری حواست باشه به برعکس جواب میرسی، پس جوابت برعکس چیزی که به دست آوردی میشه 2. به قول یکی از بچه ها گفته بود میتونیم الان اینجا این دوتا رو با هم از اون روش ضرب و جمع بریم جوابشون رو با این بگیریم، اونم میشه، اونم شدنیه. یا مثلا سه تا مقاومت موازی بهت بدم هر کدوم 60 اوم، الان از چه راهی میری؟ از راه مشابه. باریکالله ایسان، از راه مشابه، موازی مشابه. یه دونه تقسیم بر تعداد 60، چند تا هست؟ 3 تا، میاد چقدر؟ 20 اوم. یا مثلا این دو تا بهت بدم، یکی 60 باشه یکی 30، میخوای معادل حساب کنی. الان دو تا از چه راهی بریم بچه ها؟ دو تا دونه است از چه راهی بریم؟ ضرب و جمع ها. میگیم آقا دو تا موازی، دو موازی صورت ضرب مخرج جمع. بچه یادتون باشه هیچ وقت ضربه رو ضرب نکنید ولی مخرج رو جمع بکنید. هی نه بگو 60 ضرب در 30 مثلا میشه 1800، ضرب نکن، همونجوری جدا جدا بذار چون ساده میشه، ولی مخرج رو جمع بکن. الان 30 با 90 ساده بشه، یه 3 تا پایین میمونه، 60 به 3 میاد چقدر؟ 20. یه راه ذهنی بهت یاد بدم برای این روش دوتایی، یه راه سرعتی و ذهنی. راه ذهنی و سریع‌تر، من خودم همیشه از این راه میرم. راه ذهنی برای دوتا، برای دو موازی میای میگه آقا آر بزرگه تقسیم بر آر بزرگه به آر کوچیکه به اضافه یک. میدونم الان میگه این چه راه وحشتناکتری شد که اون خود اون خیلی آسان‌تر بود که. آره این اگر بخوای نوشتنی رفتار کنی وحشتناکی، ولی این ذهنیه. حالا یعنی چی ذهنیه الان بهت میگم. از این پایین شروع میکنیم، از اینجا از مخرج اول نسبتشون رو میگیریم، نسبت هر چی شد اول تقسیم میکنیم به هم دیگه، هر چی شد به اضافه یک میکنیم میذاری زیر بزرگی. ببین چقدر آسونه، تو ذهنت بشینه تمامه. بچه این دوتا رو به هم تقسیم کنید، این دوتا رو به هم تقسیم کنید، چند میشه حاصل تقسیمتون؟ 60 به 30 چند میاد؟ 2. هر چی جوابت شد یک بهش اضافه کن، 2 به اضافه 1 چند میشه؟ 3. این عددی که به دست آوردی بذار زیر بزرگه، 60 تقسیم به 3 میاد چقدر؟ 20.
بذارین چند تا دیگه بهتون نشون بدم. مثلا فرض کنید آقا دو تا موازی دارم، سی و شیش و دوازده. میخواد از راه ذهنی سریع حساب کنید، رو هم دیگه تقسیم کن، سی و شیش به دوازده چند در میاد؟ سه. چیکارش کن؟ یه دونه یک بهش اضافه کن، یه دونه یک به سه اضافه کن، چهار بذار زیر بزرگه. سی و شیش تقسیم به چهار میاد چقدر بچه ها؟ نو. حالا خود مقایسه کن با سی و شیش ضرب در دوازده تقسیم بر چهل و هشت. این خیلی سریع تره. یه دونه دیگه آقا، یه دونه دیگه. مثلا خدمتون بگم 15 و 5. حالا میشنم عدد رون در بیاد. 15 تقسیم به 5. آره درست، اثباتش از همون ضرب و جمع تو جدا کنی میتونی به این رابطه برسی با فاکتور گیری و هم مخرج کردن. باره که علی محمد 15 4. آقا 15 تقسیم به 5 3، یک اضافه کن 4 بذار زیر بزرگه. آرتی میاد 15 4. حالا بچه‌ها خواهش میکنم. خب حالا بریم آقا قسمت اصلی امروز، ببینیم کی با کی سری، کی با کی موازی. اول یه روش باید بهت یاد بدم آقا، روش نامگذاری مدار. روش نامگذاری مدار بچه، ما در این روش پتانسیل ها رو نامگذاری میکنیم، پتانسیل ها رو نامگذاری میکنیم. اساس نامگذاری آن است که هر دو نقطه که به وسیله یک سیم خالی به هم متصل باشند هم پتانسیلند و هم نام. آقا یک سیم خالی که سیم خوبه در واقع رسانه جریان الکتریکی باشد، مثل سیم مسی، مثل سیم نقره، مثل سیم طلا، چون مقاومت خیلی ناچیز داره اختلاف پتانسیل عملا ایجاد نمی کنه. پتانسیل این ورش با اون ورش برابره، هم پتانسیلن و هم نام. آفرین آیسان بریکلا. خب حالا نگاه بکن، یه نکته هم حواست باشه برای معادل گرفتن یا حالا برای ساده کردن مدار کافیست، نمیخواد همه یه نقاطشون هم گذاری کنه، کافیست نقاط ورود و خروج و گره ها را نامگذاری کنیم. گره ها را نامگذاری کنیم. بچه گره کجاست؟ هر جایی که مدار سه شاخه یا بیشتر شود. یاد باشه کنج ها گره نیستن. اینجا رو ببین، الان فکر کن این مدار شماست، مثلا این مدار میاد اینجوری میشه، اینجوری میشه. آقا گره کجاست؟ الان اینجا گره است بچه، این گره است، جایی که ببین سرایا بیشتر بشه، ولی کنج ها گره نیست. این الان گره نیست. ما میخوایم نامگذاری کنیم، کجا با نامگذاری کنیم؟ آقا ورود خروجی ها، ورودی ها، خروجی ها و گره ها، این الان گره است. اوکی؟ پس کنجی ها گره نیستن، جایی که مدار سه شاخه یا بیشتر بشه، سه راهه بشه، چهار راهه بشه، اینا گره است. یه دونه نامگذاری با هم ببینیم اول، یه مثال فقط میخوایم مدار اون نامگذاری کنیم، ببینیم چه جوری این کار.
آقا ببینیم اینو چجوری باید نامگذاری شاید این معدل رو الان میخوام نامگذاری کنم. آقا ورودش مثلا اینجا رو میگیرم A. خب از یه سمت شروع میکنیم نامگذاری کنیم ببینیم تا اون الان باید برم به گره برسم. این گره است؟ نه. این گره است؟ نه. این گره است؟ نه. اولین گره ای که دارم اینجاست. بچه ها آیا نقطه آ به این نقطه با سیم خالی وصل شده؟ نه. این مقاومت اینجا وجود داشت. پس نمیتونه این نقطه با اون نقطه هم پتانسیل باشه. پس اگر اینجا پتانسیلش A باشه اینجا مثلا پتانسیلش یه چیز دیگه است میشه B. خب حالا ببینید سوال گره بعدی. این کنجیه گره است؟ نه. اینجا گره است. اوکی. آقا آیا این نقطه به این نقطه با سیم خالی وصل شده؟ بله آفرین. پس این دوتا هم پتانسیل و هم نامن. تمام نقاطی که با سیم خالی به هم دیگه وصل بشن هم پتانسیل و هم نامن. پس اگه اینجا اسمش بیه اینجا هم بیه. این گره است؟ نه. این گره است؟ نه. اینجا گره است. بچه آیا A یا B با سیم خالی به اینجا وصل شدن؟ نه. پس این نه با A هم پتانسیل نه با B. اسمش چیه پس؟ یه چیز دیگه میشه چی؟ C. حالا بریم به این یکی گره برسیم. آیا این نقطه با سیم خالی به این یکی وصل شده؟ بله. پس اگر اسم این C هست این هم اسمش C هست. و در نهایت خروجی مدارمون هم اسمش چی میشه بچه ها؟ سی میشه باریکلا. این شد روش نامگذاری. آقا نامگذاری کردیم حالا که چی؟ سه تا جمله مهم بهت میگم. سه جمله طلایی. برای اینکه این سه جمله هم درک کنی یادت بمونه یه مثال میزنم. 13 بدن هم که نزدیکه. بچه ها فکر کنید 13 بدن با خانواده دارید میرید 7-8-10 تا ماشینی یه جایی حالا طبیعتی تفریح گردش. آقا یک بخشی از جاده اینجوری میشه. از این 7-8-10 تا ماشین 3-4 تاتون میان این ور 2-3 تاتون میان این ور. خب حالا چه ربطی به مدار داره؟ یه اگه مدار باشه بچه دو تا گره اینجا داریم. این گره مثلا اسمش آ باشه این گره اسمش بی. بچه ها الان بین آ تا بی بین این دو میدون ریان الان کلی تمرین میکنیم ما بذار میرسیم به جای مهمش. الان بین این دو تا میدون دو تا گره آ و بی چند تا خیابون وجود داره بچه ها؟ چند تا راه وجود داره؟ دو تا راه وجود داره. دو تا خیابون. آقا این خیابون یک این خیابون دو. بچه این خیابونا با هم دیگه موازی هن یا سری هن به نظر شما؟ موازی. بس قانون اول جمله اول. آقا یاد باشه راه ها خیابون ها مسیر ها با هم موازی هن. راه ها با هم موازی هن. هر چند تا مسیر که بین دوتا گره وجود داشته باشه مسیر ها با هم موازی هن. حالا در خیابون یک این سه تا مقاومت ببخشید این سه تا ماشین که همون سه تا مقاومت هن با هم دیگه سری هن یا موازی؟ سری هن. آفره که الان پشت هم هن. و در خیابون دو این ستایی که اینجا قرار گرفتن اینا با هم چی هن؟ اینا هم با هم سری هن. ببین مجموعه اینا با هم سری هن. مجموعه اونا با هم سری هن. مجموعه اینا با مجموعه اونا موازی هن. در مدارم هیچ چیزی جز این ما نداریم و نمیبینیم. یعنی پیچیده ترین مدارها هم در واقع شما میتونی در نهایت به همین چیزی که براتون اینجا کشیدم تبدیلش کنی تو ذهنت و شبیه سازی کنی. جمله یک آقا تمام مسیرها بین دو گره مثلا حالا آ و بی موازی هند. شماره دو تمام مقاومت هایی که در یک خیابان یعنی در یک مسیر بین دو گره قرار دارند سریعند. جمله سه اینه
آقا اگر دو سر یک مقاومت یا یک مجموعه سری از مقاومت ها هم نام شود، از مدار حذف می شوند، به این میگن اتصال کوتاه. الان بهتون توضیح میدم چه جوریه داستانش. خب ببین اینجا رو یا این حاله یا این حاله، این آر، این آر یک، آر دو. آقا بیاین سعی نامگذاری کنیم بچه. اگه این گره اسمش آ باشه، این یکی گره اسمش چی میشه؟ بگید ببینم. اونم میشه آ. آقا الان دو سر این مقاومت قرار داری؟ قبول داری هم نام شده هم پتانسیل شده؟ لازمی برقرار جریان چیه؟ وجود اختلاف پتانسیل بین دو نقطه. حالا که دو سرش هم پتانسیل، بس هیچ جریانی از این مقاومت عبور نمی‌کنه و مقاومتی که در واقع جریان ازش عبور نکند در برابر چیزی داره مقاومت نمی‌کنه، پس عملا تو مدار ما وجود نداره و ما اونو حذفش می‌کنیم. به بیان دیگه جریان دیوونه نیستش که بیاد از توی این مسیر پرپیچ و خم بره، دور میزن از این مسیر ساده عبور میکنه میره. میگن اتصال کوتاه. این پایینی ببین، اگه اینجا A باشه، این گره اونوری هم اسمش A هست. خب الان این دوتا با هم دیگه چی هم بچه هم میدونی سری هم. به جای این دوتا یک مقاومت میتونیم قرار بدیم، به جای این دوتا که مجموع این دوتاست، که دو سر اون مقاومتی که جای اینها قرار میدیم. ببین عملا ما اینا رو باید خط بزنیم سری هم دیگه، یه مقاومت اینجا قرار بدیم آقا به جای این دوتا، به جای آره یک و دو، دو سر اون چی میشه؟ دو سرش مگه هم نام نشده؟ یعنی مقاومت معادل اینها دو سرش هم نامه. خب بس عملا مقاومت معادلشون اتصال کوتاست، یعنی مجموعه شون حذف شده است. متوجه شدین؟ بازم اتصال کوتاه، دوتاشون با هم حذف میشن. پس چطور شد؟ اگر یه مقاومت به تنهایی دو سرش هم نام بشه یا یک مجموعه سری دو سرش هم نام بشه، معادله رو حذف میکنیم. آقا تموم شد، من دیگه عرضی ندارم، بریم فقط سوال حل کنیم. بریم سوال. بچه تو همه این سوال ها میخواییم مقاومت معادل حساب کنیم، میخواییم مقاومت معادل به دست بیاریم. خب این چهارم، پنجم، سوم، شیش اوم، نه اوم، حاضرین؟ آماده این؟ خب به نظر شما اینا الان به ظاهر چی هست؟ به ظاهر سری هست، ولی ما هیچ وقت گول زوایر رو نباید بخوریم. آفرین آیسان، سری ولی موازی. این وقت قول ظاهره، نه مقاومت ها رو بخورید نه آدم ها رو لطفا، چون بعدش میدونید چی میشه. بعد از اینکه قول ظاهرشون رو خوردیم دیگه قول ظاهر ندارن. خیلی با نمکم میدونم. خب بریم اینجا از اینجا شروع میکنم. یعنی ورود مدار اسمشو میذارم A، یعنی ورود A، یعنی اسمشو گذاشتم ورودش A. حالا بریم این گره برسیم. باریکل درستم این گره اسمش چیه بچه؟ این گره اسمش چیه؟ A. باریکل آقا بعد از این کجا میری؟ همیشه سیمهای خالی در اولویت هم بچه، سیم خالی رو دنبال میکنی.
میای این سیم خالی رو دنبال میکنی ببینی تو رو به کجا میرسونه. ای به اینجا رسیدم. پس اسم اونم چیه؟ ای. حالا فرقی نمیکنه گره سمت راست یا چپ. اینجا یه گره مونده. میام این. آقا این با سیم خالی به هیچ کدوم از این نقاطی که اسمش ای بود وصل نیست. پس این ورش اگر بی باشه این اسمش میشه بی. حالا سیم خالی رو دنبال کن. اون ته مدارت هم چی میشه؟ میشه بی. درسته؟ با این نامگذاری الان مشکلی نداریم؟ خب رفقا چند تا خیابون الان بین آتابی وجود داره؟ چند مسیر بین آتابی وجود داره؟ خوب دقت کنید. چند تا سیمه که ما رو مستقیماً آفرین یاسمن از آ به بی میرسونه؟ نه بهاره، نه ریحانه. خوب دقت کنید. چند تا؟ نه آقا هیچی چیه؟ بچه ها دقت کنید. چند تا سیم مستقیمن از آ تا بی؟ سه تا. اوه بگین دوتا. آقا این یه سیم، این یه خیابون، این دو خیابون، این سه خیابون. درست شد؟ حالا بهتون گفته بودم خیابونا همه با هم چی هن؟ خیابونا، همه خیابون ها با هم دیگه موازی. تمام، نه خیابونا، گفتم از آ تا بی چند تا راه وجود داره، تمام راه هایی که بین دو گره وجود داره با هم موازی هن. تمام خیابونا با هم موازی هن. خب یعنی الان این سه تا خیابون با هم موازی هن. اما بچه در خیابون یک این دوتا ماشینی که تو خیابون یک قرار گرفتن با هم دیگه چی هن؟ سری، ماشینا سری هن. آفرین. خب سریا رو چیکار میکنم؟ جمع میکنم. بس معادل اینا میشه 9. این سه تا ماشینی که تو خیابون دو داری با هم چی هن؟ سری. جمعشون چقدر میشه؟ 3 و 6 9 با 9 18. تو خیابون سه هم که فقط یه ماشین داریم. ببین من اگه شکل ساده تر بخوام بکشم که نیاز نیست، یه گره آ دارم یه گره بی. چند خیابون از آ تا بی داشتیم؟ سه خیابون. پس من سه تا خیابون میکشم که نیازی هم نیستی، خودمون میدونیم. یکی از این خیابونا توش یه ماشین 9 اومی داریم، تو یکی خیابون یه ماشین 18 اومی داریم، تو یکی خیابون هم یه ماشین 3 اومی داریم که میدونیم تمام مسیرهایی که بین دو خیابون، ببخشید دو گره قرار میگیرن موازی. این ستا الان با موازی هست. بچه موازی این ستا رو چجوری حساب کنیم؟ میان روی ذهنیه بریم. فکر کنم دو میشه یاسمن. آفرین آیسان، دو میشه. درست هم اول گفته. از روی ذهنی بریم. محمد علی هم میگه دوباره کرد. از یک آرام هم میشه رفت، چون چند تا هم یک آرتی هم بریم، ولی ذهنی رو بریم. آقا 9 و 18 رو حساب کن، معادلشو تقسیم کن 9 و 18 رو. 9 و 18 2، یعنی 18 به 9 میشه 2. یه یک اضافه کن 3، بذار زیر 18. 18 سوم میاد چقدر؟ 6. معادل این دوتا شده 6. حالا چه بکنیم؟ معادل اون دوتا رو با این یکی بگیریم. آقا 6 رو به 3 تقسیم بکن 2، یک اضافه کن 3، بذار زیر 6. پس جواب نهاییمون میاد چقدر؟ 2. عشق کردیم؟ نه دیگه، زهر و سیمای اضافه هن. اونا رو چی کار داریم؟ زهر رو یه نکته بهت بگم. ببین اون دوتا سیم زردا، اون آ تا آ یا بی تا بی، میدونی اینا چی هن؟ من همیشه میگم آقا تو این مثلا دعای فجر میشه یا تولد میشه یه سری کاغذ رنگی هست مثلثی اینجوری عبد یا باز میشه یا عالم کاغذ رنگی میشه. این نقاط، تمام این نقاطی که من بهش میگم ای، همون کاغذ رنگی هست، در واقع یه نقطه هست، فقط باز شدن تو جای مختلف قرار گرفتن. تمام نقاطی که ما میگیم آقا پتانسیلش هست بی، یه نقطه هست در واقع، فقط باز شدن تو جای مختلف. و ما وقتی میایم مدارمون ساده کنیم، تمام اون نقاط باز شدن رو میایم جمع میکنیم. خب چون اینجا اتصال کوتاه نداشتیم، هیچ مقاومتی نبود که دو سرش هم نام بشه. اگر داشته باشیم هضم میشه. چشم، حالا میبینیم تو سوالامون. بچه یه سوال دیگه، یه سوال دیگه بررسی کنیم.
مدار حتما نباید خوشگل باشه، میتونه مدار کج و کله هم باشه. حالا کی گفته حتما باید خوشگل باشه؟ خب این یعنی یه مدار کج و کله. این هشتم، چهارم، این هم چهارم، این ور دوازدهم، هشتم، بیستم. آقا میخواییم معادلش رو حساب کنیم. آماده این؟ بچه ها به من باشید. این ورودی رو بگیرم A، اینجا رو میگیرم B، این گره اسمش چی میشه؟ آفرین، درست. این هم میشه A. بریم یه گره پیدا کنیم. ما این گره ببین سراح هست دیگه. اسم این A میتونه باشه؟ نه، B. اگه این بشه B، بعدش کجا میرم؟ میرم بالا. آفرین. این هم الان میشه B. بعد این یکی گره چی بچه؟ اسمش Bه. با سیم به B وصله، با سیم به خالی نه، به A وصله نه، پس چی میشه؟ C. خروجی مدار ما هم میشه C. آقا خوب دقت کن بچه، در مداری که اگر تعداد حروف از دو حرف بیشتر باشه، بیشتر شد، حتما یک نقشه ساده رسم کنید. خب نه تعدادشون ها، مثلا A و B بشه A و B و C، A و B و C و D. حالا من یه نقشه ساده میخوام اینجا بکشم. آقا ورودی مدار من از چی بود؟ A. خروجی مدار من در چه حرفیه؟ C. پس یه گره، یه نقطه A میذارم اون تام، یه نقطه C میذارم وسط، وسط هم یه دونه B داشتیم مگه نه؟ نگاه کن، از A شروع شد تو C تموم شد، وسط هم B داریم. خب حالا نقشه رو میخونی میری تو مدار. بچه از A تا B در مدار چند تا راه وجود داره؟ چند تا سیم هست که از A به B میرسه؟ باریکلا دوتا، باریکلا، باریکلا. آقا این یه خیابون، نکشون، این یه خیابون، این دو خیابون. خیابونا میدونی با هم دیگه چی هن؟ سری ها موازی، موازی هن. آفرین. حالا این دوتا ماشینی که تو خیابون یکن با هم چی هن؟ سری هن. سریشون جمع چقدر میشه؟ هشت و چهار چقدر میشه؟ دوازده. پس اینا با هم سری هن. این دوازده خیابونا، ببین دوتا خیابون از آ تا بی، دو خیابون داشتیم، یه خیابون دوازدهم، اون یکی خیابون چهارم. آقا بریم این بر، بی تا سی چند تا خیابون داریم؟ بی تا سی چند تا؟ دوتا. باریکن این یه خیابون، مثلا بهش میگم خیابون A، یا حالا خیابون A، این یکی هم خیابون B. حالا A و B ندارم با بقیه چیز قاطیش، یک و دو میزنم، یک پیریم و دو پیریم. آقا اینا هم خیابونا هم میدونیم با هم موازی هم. این دوتا ماشینی که تو این خیابون بالایی هم با هم چی هم؟ سری هم. دوازده ها چقدر میشه؟ 20. پس از B تا C هم چی شد؟ چند تا مسیر موازی؟ دوتا مسیر موازی. میایم اینجا میکشیم که هر دوتاشون شدن 20. این 20، اینم 20. آقا این دوتا موازی رو به سری ذهنی حساب کن ببینم. دوازده به چهار، سه یک اضافه کن، چهار بذار زیر دوازده، میشه دوازده چهار رو میاد سه اون. این یکی دوتا، این دوتا هم حساب کن الان موازی شو، این دوتا رو از چه راهی بریم اینا رو حساب کنیم بچه ها؟ موازی مشابه. چطوری بود؟ یه دونه تقسیم به تعداد هر کدوم 20 من، یکیشون تقسیم به تعداد دو، ده. آقا در نهایت مدارت پس چی شد؟ به جای این دوتا یه دونه سه اوم داریم، به جای اون دوتا هم یه دونه ده اوم داریم. حالا اگه بری یه بچه رو از سر کوچه هم صدا کنی بگی بچه جان پاشو بیا اینجا ببینم اینا به نظر سریان یا موازی، میگه آقا دیگه سریان دیگه، دیگه اینش کار نداره که.
پس در نهایت سری شدن. آره توتالمون من چقدر؟ 3 به اضافه 10 13 هم قله. نه مهم نیستش، دقیقا مهم نیست، اون سیم اضافه هست. یه دونه اتصال کوتاه دارم بهتون بدم عشق کنیم. این 4، این 2، این 3، این 9، این 18، این 6. خب بچه سریع بیاییم هم دیگه بررسی کنیم. آماده این رفقا ورودی، مثلا اینجا اگه A باشه این گره چی میشه؟ B. این گره چی میشه؟ ربطی به بی نداره دیگه، با سیم خالی بهش باید میشه سی. اینو نامگذاری کردن کجا میام؟ مبرر میام ها؟ میام سیم خالی، اینم میشه سی. این تن چی میشه؟ دی. آقا کنجی ها گره نیست، این الان گره نیست، علیکی نامگذاری نکنی، شلوغ نکنی ها. کنجی ها گره نیست. اتصال کوتاه داریم؟ هستش مقاومت یا مجموعه یا مقاومتی که دو سرشون از بشن هم نام بشن؟ آره. کیا بگو؟ باریکلا بچه ها فکر کنید بگی پشت درستا بقیه آفرین هستم. مرسی ریحانه. دیگه کیا؟ آفرین هانیه، باریکلا بچه ها، باریکلا به شما. آقا این دوتا ببین، این دوتا سری هن دیگه، در یه مسیر هن، در یه خیابون هن، ولی دو سرشون نگاه کن هم نام شده، اینا سری هن دیگه، بعد دو سرشون شده سی و سی. یعنی وقتی معادل میگیری یه پنجم میشه دو سرش سی و سی. یعنی از کجا تا کجا؟ از یه نقطه به یه نقطه. اون که اصلا خیابونی نیستش، از یه نقطه به یه نقطه که اصلا خیابون نیست. پس اولا اینا از شدن، پس اینا اتصال کوتاه شدن. خب حالا بریم مدار ساده کنیم دیگه، کسی نیست، این خودش به تنهایی بین دو طرف مختلفه، بین دو طرف مختلفه، دو طرف مختلف، دو طرف مختلف. بچه ها ورودی این مدار از چه حرفی است؟ A. خروجیش در چه حرفیه؟ D. یه سری حروف دیگه هم اونجا داشتیم دیگه، B و C هم داریم. آقا بگو ببینم از A تا B چه خبره؟ چند تا خیابون میبینی؟ A تا B یه خیابون، توش یه دونه مقاومت چی داریم؟ چهارمی. بچه ها B تا C چند تا خیابون میبینی؟ دوتا. خیابون ها با هم چی هست؟ خیابونا با هم چی هست؟ موازی. آقا بی تا سی دو خیابون داریم دیگه، بچه نیستم میدونم خیابونا با هم موازی هست، بس بیا سریع موازی دوتا رو حساب کنیم، ذهنی هم حساب کن. میدونی الان بین بی تا سی دوتا خیابون داریم، این 9 و 18 با هم موازی هست. 18 به 9 2، یه دونه یک اضافه کن، 3 بذار زیر 18، 18 3 بام باری کردم یا چقدر 6. این معادله کجا تا کجا شد؟ معادل بی و سی. پس بین بی و سی الان ما یه دونه مقاومت داریم، چقدره عددش؟ باری که الان بچه ها 6. بین بی تا سی، بی و سی یه مقاومت داریم که هستش 6. بین سی تا دی چند تا خیابون داریم؟ بین سی تا دی چند تا؟ یه دونه مقاومت شنده، اونم 6. الان بچه رو صدا کنم بیاد، میگه اینا با هم دیگه چی هن؟ سری هن. جمع بزن 4 و 6 10 و 6 16 هم. یاد گرفتین؟
خداش. دیگه بچه از اینجا به بعدش فقط با تمرین و تکرار باید برید مسلط‌تر بشید و میتونید. بهتون قول میدم با همین ستارهای روشایی که بهتون یاد دادم، سخت‌ترین مدارهایی که حتی در کنکور هم سوال اومده و میاد رو میتونید راحت معادلش رو بگیرید. آره عزیزم، فقط اگه مورب برعکس باشه یه دیدی وایسا این کجا رفت؟ مورب برعکس بشه نه دیگه، الان اون دوتا عزیز میشن، 9-2 عزیز میشدن، 3-18 موازی میشدن. بله اینا الان این معادلهایی که گرفتیم حل کردیم همه چون تستای کنکور بودن. راهش نه، راهش همینه، هیچ فرقی نداره، عددش هم باشه. بچه ها خسته نباشین، ممنونم از همراهیتون، امیدوارم که تو این دوره بهتون خوش گذشته باشه، براتون مفید بوده باشه، درس ها رو یاد گرفته باشین، حالا چه فیزیک، چه زیست، چه شیمی، چه ریاضی. فکر کنم من دیگه با شما کلاسی ندارم، ولی خب حالا فردا و پس فردا کلاس های دیگه برگزار میشه، حتما شرکت بکنید. استاد چکونیان یک سری برنامه های ویژه‌ای برای شما در نظر گرفتن، یک سری آفر های ویژه‌ای برای در نظر گرفتن، فکر کنم پنج شنبه توی تایمی قراره اعلام کنم بهتون یک سری حالا جایزه و آفر و پیشنهاد و هم چیزایی. بعد یه لطفی بکنید اگر حالا کلاس ها براتون مفید بود توی ایام به دردتون خورد و از کار این مجموعه راضی بودین، لطفا این مجموعه و این در واقع کلاس ها رو به دوستان دیگرتون هم معرفی بکنید. ما از این در واقع کارها زیاد میکنیم، دمدمای امتحانای ترمتون که بشه باز حالا ویدیوهای شب امتحان ضبط میکنیم، همونطور که ترم اول این کارو کردیم، از طریق سایتمون، از طریق آپارات و حالا راههای دیگه در اختیار شما قرار میدیم، مطالب رو جمع‌بندی میکنیم، خلاصه درس میدیم، تمرین حل میکنیم، نمونه سوال امتحان نهایی کار میکنیم، یه پروژه‌ای داریم استارتش رو زدیم، واب به واب کتاب درسی داریم ضبط میکنیم براتون، خیلی هم به درد سال 11 تون میخوره، هم به درد کنکورتون. فکر کنم کلاس هم بذاریم بعد عید برای بچه‌ها 11 و همه اینا به در واقع استقبال شما برمیگرده و اینکه در واقع شماها چقدر زحمت بکشید و چقدر این مجموعه رو به دوستاتون معرفی بکنید. ممنونم ازتون، مرسی از همراهیتون، خیلی عزیزید، خیلی دوست داشتنی هستین، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم که 1401 سال فوق‌العاده‌ای باشه براتون، پر باشه از خوبی و خوشی و اتفاقهای خوب. دوستتون دارم. بچه ها با ما در ارتباط باشین که از برنامه های بعدیمون هم با خبر باشین و جا نمونین. مخلصیم یا علی؟ خدا نگهدار. خداحافظ. شما خسته نباشید. خداحافظ.